سال 60 زمانی که دانش آموز بودم و 15 سالم بود دستگیر شدم. مدت یک سال و نیم در زندان اوین بودم. در سال 65 مجدداً دستگیر شدم که دوباره در زندان اوین بودم تا سال 70. از سال 60 همیشه وقتی ما رو تو حسینیه اوین جمع می‌کردن، لاجوردی به ما میگفتش که امام حکم اعدام همه شما رو داده. نمی‌خواستن هیچ مقاومی رو نگه دارن. از همین نگهبانا میشنیدیم، حتی مثلا میگفتن که اگه هر اتفاقی بیفته ما یه نارنجک میندازیم تو اتاقاتون همتون رو میکشیم. سال 66 هم یه هیئتی از دادیارای زندان اومدن توی بند ما که از هممون یه فرمی رو پر کردن. یه سری سوالات در مورد پرونده ها میکردن که من میدیدم که دادیار زندانی علامتی کنار اسم هر کسی میزنه. ما فهمیدیم، بچه همه میگفتن که همون موقع که اومدن در اصل یه جداسازی داشتن میکردن. دیگه دسته دسته بچهای دیگر رو میخوندن که ما از همشون خداحافظی میکردیم، یعنی همه ردیف میشدن ازشون خداحافظی میکردیم. خیلی روحیه شاد و سرزنده داشتن وقتی که میرفتن. یه خانومی بود که با همسرش دستگیر شده بود، خودش سیاسی نبود، بیشتر به خاطر همسرش دستگیر شده بود. برام تاریخ گفت که همه رو دارن اعدام میکنن، همه رو اعدام کردن. اینم برده بودن، چند نفر رو ردیف کردن روی سکو برده بودنش، زیر پای همه رو خالی کرده بودن. این شاهد اعدام همسرش و بقیه بود. بعد که ما رو اواسط شهریور به بند برگردوندن، دیگه من فهمیدم که هر کی بوده دیگه اعدام شده. دیگه هیچ کدوم از اون بچه‌هایی که برده بودن، ما دنبال اثری ازشون میگشتیم، هیچ کدومشون برنگشتن. ناصریان بعد از قتل ما بارها به ما گفت، مشخصا به خود من گفتش که حکم همه شما رو امام داده بود، ما می‌خواستیم همه شما رو اعدام کنیم، نتونستیم. خیلی متاسف بود. من برادرم غلامرضا پور اقبالی سال 69 زمانی که 19 سالش بود توسط همین هیئت مرگ در کمیته مشترک به اصطلاح محاکمه شد، حکم اعدامش صادر شد.